در خدمت میهمانان عزیز و محترم برنامه هستیم. تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند و مثل همیشه محبت کردن به ورزش مردم آمدند. جناب آقای دکتر فتح‌الله‌زاده عزیزمون هستن، مدیر عامل باشگاه استقلال، و جناب سردار محمد رویانیان، مدیر عامل محترم باشگاه پیروزی. سلام، روزتون بخیر، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم به بینندگان خوب شبکه شما و برنامه شما ورزش مردم. امیدوارم که صبح جمعه خیلی خوب، تقریبا که ظهر جمعه خوب داشته باشن. آره، نه حالا دیگه نزدیک شده، نه هنوز مونده تا ساعت 1:10 تقریبا. سردار خدمت شما. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه مردم خوب ایران اسلامی که این برنامه خوب و جذاب میبینن هر جمعه ها، چون خودم قبلا میدیدم. سلام عرض میکنم، عرض ادب دارم و آرزوی توفیقات روز افزون. انشاءالله جمعه خوبی به قول آقای فتح‌الله‌زاده داشته باشیم. آقای فتح‌الله‌زاده، شما، من الان نمیانم به ذهنم رسید، شما یه در این چند سالی که همیشه محبت داشتید به برنامه ما و آمدید، با مدیران عامل مختلفی از باشگاه پرسپولیس یا پیروزی هم مصاحبه بودیم و اینا، فکر میکنید خاطرتون هست چندمین نفر هستن جناب آقای رویانیان که شما با ایشون مصاحبه بودید؟ چرا میخندید؟ بگید ما هم بخند. البته ایشون تا من عوض نکنه نمیتونی بگید چند تا. بفرمایید. یک، ببینید، آقای فکر کنم عابدینی بودن، آقای یه چند تا هم مثلا آقای بلاستم، آقای پروین لحظات بله، اومد، آقای غمخوار بوده، آقای مصطفی بوده، آقای عجب کاشانی بوده، آقای خطیب بودن، آقای کاشانی دوم بوده، بله، آقای انصاری فرد بودن، انصاری فرد دوم بودن، به 10 نفر رسید. خدا رحم کنه آشا. نه حالا دیگه این دفعه دیگه سنبه برزوره، سردار اومده. آقای رسول نژاد هم گفتن که ما حمایت میکنیم شما رو، مثل که قرار بود مثلا حمایت نکنن تا آخر ادامه بدید، آخرش استعفاس بسید. نه نه، ایشون عزم بود که ما حقیقتش دو سه ماه قبل، به حال ما استقلالی هستیم، دوست نداریم که یک شبه بزنیم بریم و تیم دچار مشکل بشه. من خصوصی بهشون گفتم که سال آینده به احتمال زیاد بنده نیستم، چون واقعا شرایط موجود این مقدار اذیت کننده است و من هم خب چند سالی هستم دیگه، چقدر باید توی استقلال به عنوان مدیر عامل باشم؟ بعد به پرسپولیس یه فکری رویانیان تازه داره کارتای خوشگل داره. بله، در خدمتشون هستیم. بعد گفتیم که این رو تمرکز کنیم که یه مدیر عامل خوب پیدا کنیم و بیاد که اون موقع لنگ نزنیم و بازیکن بگیریم و عقب نیفتیم. منظورتون آقای غریب بود؟ گفت شما، البته ایشون خب خیلی ناراحت شدند و نپذیرفتن، حتی خب به هر حال چندین بارم بحث شد، هی رد کردن، گفتن نه هیئت مدیره مثلا دوست ندارن شما این صحبت‌ها رو بکنین، ولی در مجموع بعد از چند مدت گفت حالا پیشنهادی خودت داری؟ دو نفر رو من معرفی کردم که از جمله یکیشون آقای غریب بود که پیشنهاد من بود. بعد از انتخابات فدراسیون این نه تلاشا بیشتر نشد برای آمدن آقای غریب به هر حال آقای غریب توی استقلال کار کردن، آدمی هستن که مدیریت خوب دارن، حاشیه‌هاشون خیلی کمه. درست نکته مقابل منم، من هرچی به اصطلاح جنجالی و خلاصه حاشیه‌ای هستم، ایشون اصلا تو حاشیه نیست، اصلا یعنی پشت خط میکنه. شب خواب نداری دیگه؟ خب شما چی، شما که برای من کلا امروز هم که مشتری پیدا کردی که ما گفتیم شب تنهاییم، گفتی آقای رحیمی هم بیخواب شده، بفرما اونم آوردی تو کاناپه ما. نه آخه آقای بدان اصده، این چکایی که دست مردم راستش هم آقای خیلی بخیر، شما خودتون که یعنی متخصص شدم ها، یعنی شما حساب کن یه نخوابیدم نه یا نه یا چک میدم بازداشتم نمیشم. خیلی جالبه، بازداشتم نمیشم. پس خب الحمدلله یه تعداد، این آقای رویانیانی که من میبینم با این تئوریا و با این برنامه‌ریزی هایی که دارن میکنند و خیلی پایه‌ای و اساسی است، بعید میدونم حالا شما بتونید به نفر جدیدی از مدیران عامل پرسپولیس برای آشنا بشید.
ببین شما رابطه ما رو به هم نزن. نه دارم تعریف میکنم از این رابطه پیوندتون عوضی بشه. برعکس شد ما دوتا موندیم شما نموندی. ببین به حریم ما من که دیگه آخر خطم کاری هم به ادعای اما گفتن خلاصه دیگه. آقای رویانیان در خدمت شما هستیم. بفرمایید. راستی بازی دیروز بازی خوب و راضی کننده ای بود. بازی خوبی بود، بهترین بود که می بردیم و با 3 امتیاز برمیگشتیم. بله چه. ولی انصافا بازیکنان تیم پرسپولیس شایستگی‌های خودشونو کامل نشون دادن در مقابل سپاهانی که مدعی قهرمانی سپاهانی که در جام باشگاه آسیایی به حمد الله خوب بازی کرده موان نماینده کشورمون در مقابل یه همچه تیمی با این لشکر شکست خورده ما و این ضربات روحی روانی که از 48 ساعت قبل به تیم وارد کردن به خاطر اون آرای کمیته دیگه بالاخره خیلی بده که مثلا یه 2 روز مونده مسابقه اینجوری یعنی اساسا ذهن بازیکن‌ها و مربی ما رو خالی کنن که شما هر چقدر هم بازی کنید دیگه فایده نداره چون رفتید دیگه رفتید عقب. خب با این وضع من نمره خیلی عالی میدم به بازیکنامون به آقای دینیزلی و تشکر می‌کنم. خیلی 5-6 تا بازیکنتون هم نبودن. بله 5-6 تامون نبودن. گلر ما در همون بازی با کارتی که گرفت نتونست دو تا اخراجی داشتیم. الحمدلله یک دو تا کارت دیگه داشتیم. یه دو تا مصدوم داشتیم. یه هوش نداریم. بالا تو عوارض کارت داشتن ها. ایشون خیلی کارت داره کارت. اینا هم اون کارت پرسپولیس کارت داره. ولی انصافا خیلی بازی خوبی. شما گفتید کارت شما چی داشت؟ پوپنگ؟ نه چیپس. چیپ داشت. ولی انصافا دیروز آقای مال ایشون مگنت خوب بازی کردن. این تیمشون واقعا خیلی خوب بازی کرد. خوب بازی کرد و بازی زیبایی. علیرضا رحیمی هم ناراحتیش از این بود که بچه‌هاش موقعیت ولی من نگاه کردم تقریبا تو تمام زمینه‌ها دو تیم برابر بودن. یعنی انصاف منصفانه‌اش اینه که بگیم برابر بودیم ولی ما چون تو زمین اونا بودیم یه پوینت دیگه هم می‌گیریم خاطر اینکه تو زمین اونا ما برابر. شما یک امتیاز بیشتر گرفتید دیشب. یه امتیاز اگه آقای حسن‌زاده بذاره. راستی حالا من کاری نداریم به بحث اینا. مشکلات مالی شما حل شد آقای فتح‌الله‌زاده باشگاهتون یعنی آقای رسول نژاد میگن اونجا خیلی شما رو حمایت میکنن. خدا پدر مادر شما رو بیاموزه. خدا بیاموزه. پدر من میگفت مردی که بدهی نداشته باشه مرد نیست. ما هم دیگه حسابی دیگه خیلی مرد. خیلی مرد. خلاصه اینو بگم. بله آقای رسول نژاد خیلی زحمت میکشن انصافا. من خودم ناراحت میشم که ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره مثلا ما به خاطر این مقدار پول کم این همه تلاش بکنیم. ما اصولا آدم های گدایی که نیستیم. توافقی هست. شما وقتی توافق میکنی آقا 50-50 شما دیدین بعضی از دوستان به 50-50 حتی به 60-40 راضی نبودن چون درآمدها خیلی واقعا سخته. ولی ما اومدیم گفتیم یا علی 50-50 الان ما از اون 50 بالاتر نخواستیم ولی اینکه ما الان 2 روز دیگه میخوایم بریم به مسابقات آسیایی نباید درگیر باشم. ایشون هم خیلی درگیره. من خودم ناراحت میشم که ایشون هم باید اینقدر درگیری داره. ولی به هر حال اونور هم مشکل سیستم ما نیست. یعنی مثلا شما حساب کن آقای وزیر واقعا داره تلاش میکنه که به ما کمک کنه. ولی خب مجلس محترم دستش رو بسته، قوانین بسته شده و نمیتونه. از این ور ما مشکل پیدا کردیم. حالا این دو تا شرکت‌های دولتی هستن. ضمن اینکه به این اگر راهکار باشه یعنی وضعیت مشخص باشه درآمد برای دو تا باشگاه چیزی نیست. آقای شفیع ما 15 سال پیش مدیر باشگاه بودم شما دیدین من اضافه می آوردم و از اون اضافات رفتیم ساختمون خریدیم ساختمون گرفتیم. فوتبال امروز یک صنعتی است که سرشار از پوله میشه دیگه. همون به این ترانسفر رو هم شما حساب بکنیم ما 15 سال الان گذشته هنوز ما آقای آبادانی باید جواب پس بده که فلانی فروختی چقدر دادی چقدر گرفتی. وقتی سیستم بیماره شما نمیتونید کار کنید. همین الان خود من بنده الان میتونم 4 تا بازیکن استقلال ترانسفر کنم ولی باور میکنه ترسم نمیکنم چون فردا هزار تا حدیث توشه. ولی اگه قانون باشه شما اون رو انجام بدید یک کسی جرئت نمیکنه به شما حرف بزنه. ولی همین حرف و حدیث ها مدیرها رو هم واقعا میشه گفت با احتیاط روبرو کرده و این ترانسفر حیف بسته بشه. شما اگه یک روزی تیم ما رفت به جام جهانی به دلیل این بود که استقلال پرسپولیس بازیکناش در اروپا در بهترین تیم ها بازی میکردن 7-8 تا بازی میکردن. اونها وقتی برمیگشتن در تیم ملی سطح فوتبال ما بالا بود ما راحت عبور میکردیم. ولی این بسته شده. من امیدوار هستم که این راهکارها درست داده بشه قوانین دقیق بشه و حمایت از مدیرها بشه این کارا رو کرد. ولی من به شما اطمینان میدم که
پایان سال ما میتونیم 4 تا حداقل بازیکن استقلال رو همچنین پرسپولیس هم داره که آقای سردار خودشون به هر حال میدونن و میشه ترانسفر کرد. بسیار خب، من یه سوالی از شما دارم سردار، ولی آقای ویسی رو شما میشناسید؟ عبدالله ویسی مربی سبب باتری که امروز با شما بازی دارن. بله، از مربیان جوان و خیلی پرتلاش و خیلی خوب. منم خیلی دوستش دارم، خیلی عالی کار کرده تا حالا. مثل گواردیولا من. بله البته الان ماش زیاد همیشه آرزوی موفقیت براش دارم به غیر از امروز. سلام آقای ویسی، روزتون بخیر، بسیار ممنونم که با ما تماس گرفتید. جناب خدا، منم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه بینندگان عزیز، جناب آقای فتح‌الله‌زاده و جناب آقای رویانیان در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم آقای عبدالله خان، میدونم کارت هم الان گرفتار تیم و بازی مهمی هم داری. میخواستم در خصوص اون مسئله که گفتید 150 میلیون تومان به شما پیشنهاد کردن، آیا درست یا جدی بوده، شوخی بوده؟ ببینید آقای شفیع، من تو کنفرانس خبری بودم، یه کمی صدا رو بیشتر کنم، که خبرنگاری از من سوال کرد جریان آقای اسمسی که به آقای سورا بختیاری‌زاده دادن و درخواست و پیشنهاد تبانی یا حالا خودفروشی بهش داده بودن، از من سوال کردن که این حقیقت داره یا نه و آیا رقیبای شما این کارو کردن. من گفتم که رقیبای ما رقیبای بسیار سالمی هستن، بازیکنای سالم و پاکی دارن، کادر فنی های خیلی خوبی دارن و مدیریت قابل احترامی دارن که همچون موضوعی نمیتونه راجب اونا سعد داشته باشه و شاید شیطنت باشه، شاید بخوان که تمرکز تیم ما رو به هم بزنن. همینجور که داشتم صحبت میکردم گفتم به خود منم دو سه ماه پیش پیشنهاد 150 میلیون دادن که من بخوام این نتیجه رو واگذار کنم. گفتم کدوم باشگاه بود؟ من گفتم باشگاه خاصی نبود، فقط قبل از یه بازی بود، شاید اون آقای خواست من رو امتحان کنه، چون من ادعا دارم که فوتبال پاک بازی میکنیم، فوتبال بدون دلال بازی میکنیم، شاید میخواست اصلا من رو امتحان کنه و شاید میخواست باز تمرکز من رو به هم بزنه. من اینجوری صحبت کردم که متاسفانه سر و تهش زدن، فقط اون قصدشونشون دارن که ویسی گفته 150 میلیون به من پیشنهاد دادن. درست. و منم همون موقع با باشگاهمون صحبت کردم، به مدیریت باشگاهمون گفتم، باشگاهمون از طریق استانداری قم پیگیری کردن و دنبال اون موضوع هستن. این موضوعی بود که دیروز تو کنفرانس خبری اتفاق افتاد که متاسفانه یه جور دیگه خبر رو اطلاع رسونی کردن و اون چیزی که باید نشون مردم دادن ندادن و فقط این بود که نشون دادن که بهشتی گفتن 150 میلیون پیشنهاد حالا تبانی بده، چون حالا مردم خیلی بهشون برخورد فکر کردن برای بازی خدای نکرده امروزه، در صورتی که همچین چیزی نیست. تیمای ما تیمای پاکی هستن، این افرادی هستن که شیطنت میکنن و ما باید حتما پیگیر باشیم، باشگاه ما پیگیره که از این حق بازیکن ما و حق مربیش دفاع کنه. بسیار ممنونم آقای ویسی از توضیحاتتون، برای شما آرزوی موفقیت دارم، شما یکی از مربیان بسیار خوب و دوست داشتنی کشور ما هستید. خواهش میکنم، من دوست می‌پرسم به شما. آقای رویانی یه لحظه، آقای ویسی، آقای رویانی، من چون ایشون رو دوست دارم می‌خواستم عرض سلام داشته باشم. بله. عرض ادب خواهش میکنم شما. خسته نباشید، ان شاءالله موفق باشن. آقای فتح‌الله‌زاده بهشون برنامه صحبت می‌کنم، مثلا می‌خواد فصل بعد بیاریم بشه سرمربی تیم شما. ما دوستش داریم بالاخره. آها اینو مدیر عامل یه چیز دوست داره میدن بنده خدا دنیزی داره تازه کار شروع میکنه، بیا شایعه درست نکنه. نه یه جوری داشتم میگفت، جورش چه جوری بوده نمیدونم. شما رو دوست داری میدین به مربی باشی، اینا که یه امور نسبی. خدا شایعه کیز گرسه که خدا شده با این چیزی گفتی مربی بشه. بله سر مربی بشه. بله والا از این شدنی. ببخشید آقا ویسی، خیلی ممنون، متشکرم. موفقیت دارم برای جناب آقای رویانیان و تیمشون و همچنین آقای فتح‌الله‌زاده. موفق باشید. همونجوری که آقای فتح‌الله‌زاده گفتن بجز امروز، منم میگم بجز امروز. ان شاء الله که امروز یک بازی خوب از هر دو تیم شاهد باشیم برای فوتبال ملی ما. خوب ان شاء الله. ممنونم آقای ویسی. خب در خدمت بینندگان عزیز هستیم. من داشتم یواشکی این چایی رو میذاشتم پشت گل متوجه شدم. خب نه الان میریم به مسائل یه خورده روزتر برسیم. این ماجرا اصلا من توصیه اینه که شما با داماش بازی نکنید. این بردتون یه مشکلات داشت، این باختتون هم یه مشکلات. حالا چی شد این داستان؟ این کم کردن امتیاز چی بود دیگه؟ اون دیگه جریمه چی بود و اینا؟ بعد جایزم دادم به آقای کریمی، مثل این که بله. از یه سری حالا از آقای حسن‌زاده میتونن صحبت بکنن، ولی به نظر من میاد که خیلی ممنون. این موضوع روزه و موضوع مهمیه،
که باید شکافته بشه، خصوصا این که من خبرنگارا رو خیلی دوستشون دارم، در هیچ شرایطی هم ازشون گله نمی کنم. بعضی هاشون به ما کم لطفی می کنم، بعضی هاشون هم بشکون می گیرم به قول معروف، ولی خبرنگارا رو ما دوست داریم. اما یه مقدار فضاسازی ها موجب شده یه رفتارهایی از جانب بعضی ها متبادر میشه که به مصلحت نیست. لذا من تو این برنامه وزین و سنگین شما میخوام موضوعی که اتفاق افتاده های شفیعی رو در چهار بخش فوری توضیح بدم. خواهش می‌کنم. بخش اول مال قبل از بازیه. سوال ما اینه چرا در داماش، در گیلان یا اتفاق میفته که جهانی میشه؟ توی این بازی هم ما یه چیزایی میبینیم، یه دفعه بلوا میشه، مشکل ایجاد میشه، پرسپولیس دچار یک ضربه جبران ناپذیر بشه تو بازی‌های آسیایی. یعنی مزد بازی‌های خوب آسیاییمون رو دارن به ما میدن و اینکه پرسپولیس اوج گرفته دوباره داره میره بالا، یوهو میبینیم یه همچه فضا ایجاد میشه. این چه دستیه، چه برنامه‌ایه که من دنبالشم؟ این مال قبل از بازیه. البته آقای آیت‌الله گفتن این دستا رو اگه شما مشخص کنید قطع میکنه. حالا من که تا الان آقای آیت‌الله رو خدمتشون نمیدونم، من خدمت آقای آیت‌الله آشنایی هیچ ندارم از نزدیک. اولین بار ایشون رئیس هیئت شیراز بودن. بله. و الانم نایب رئیس. بله. اول هستن. بله من مصاحبه ایشون خوندم. حتی تاجری که اون روزنامه نوشته بود منظور آقای آیت‌الله نبودند. بله. بله. ما آقای آیت‌الله مصاحبه اش رو خوندم، به ذهنم میاد آدم سنگینیه، ان شاء الله باهاش صحبت هم میکنم. اما مسئله دوم، یعنی بخش دوم، هین بازیه تو خود زمین سبز بازی که تلویزیون پخش کرد. بله. تو این بازی ما یه بازی بد داشتیم، یعنی خود تیم پرسپولیس خوب بازی نکرد. این یه نکته. نکته دوم اشتباه داوری بود که واقعا نمیشه کتمانش کرد، علارغم این که داور محترمه برای ما. آقای رفیعی یه داور به نظر من شایسته ایه، یه داوریست که خوب زندگی داره میکنه، با سختی زندگی میکنه، یعنی سالم زندگی میکنه. ببینید که سالها زحمت کشته برای جامعه داور. ازشون خواهش کردم پشت خط بیام که باشه. من ایشونو نمیشناختم ولی موافقت نکردم. من ایشونو نمیشناختم ولی آقای مایل کوهن به من زنگ زد که دوست منه. آقای مایل کوهن یه فرد ارزشیه، پیشکسوت پرسپولیس هم هست. راجب این داور تعریف زیادی کرد و من تکلیف دارم که از ایشون تقدیر کنم، از ایشون عذرخواهی کنم، حتی به خاطر اینکه تماشاچی‌ها رفتار بسیار بدی داشتن. پس ما اگه تو هین بازی بخوایم یه تحلیل کلی بدیم، یکی اینکه ما بد بازی کردیم، دو اینکه داوری اشتباه داشت، سه طرفدارای به ظاهر پرسپولیسی هم واقعا رفتار زشتی داشتن، رفتار ناهنجاری داشتن. توهین اصلا در هیچ شرایطی به هیچ عنوانی در هیچ شرایطی توهین و فحاشی و حد که حرمت مقبول نیست در هیچ شرایطی. شما مطمئنید کسانی که شروع کردن طرفداران شما بودند؟ نه اتفاقا نکته میتونه مثلا یه فردی از یه جای دیگه بیاد. اتفاقا نکته ابهام ما هم همینه که بعدا صحبت کنیم. سابقه اینطوری در پرسپولیس و استقلال ما نداریم به این شیوه. من اجازه میخوام این توضیحاتمو تکرار کنم. خواهش می‌کنم. نه ببخشید قطع کردم. میخوام بگم واقعا یکی از نقاط ابهامش همینه. پس ما در حین بازی قبل از بازی یه چیزایی داریم دنبالش می‌کنیم. حین بازی طرفدارای ما بسیار طرفدارایی که منسوب ما بودن بسیار رفتار ناشایست کردن، شکی درش نیست. اما از دقیقه چند کی شروع کرد چی جوری شد این بماند فعلا. دو داور اشتباه داشت بیشک، علارغم که یه داوری است که ما بهش تکریم میکنیم، تعظیم میکنیم و احترام میذاریم. خب اشتباه فنی داشته. بله. سه بازیکنامون بد بازی کردن. خب درست همینجا لازم میدونم که مراتب احترام قلبی خودم به همه جامعه داور را عرض بکنم. داور نباشه فوتبال نیست، داور نباشه عدالت نیست، داور نباشه رقابت نیست، داور نباشه سلامت نیست. شما فرض کنید که همه تیما لیگ اسم بدید ولی هیچ کدوم داور نداشته باشه، اصلا بازی نمیشه که، اصلا خروجی نداره. پس جایگاه داور رو من خواهشم اینه آقایون زود منصوب نکنم
یه مدیر عامل مثل من یا آقای فتح‌الله‌زاده رو تا یه حرف میزنی میگن اینا ضد داورن داور. نه، این اشتباه بزرگیه. داور شأنیتش بسیار بالاست و ما میدونیم، مخصوصا من که خودم پلیس بودم، یعنی داور رو حاکم بلا منازعه در بازی میدونم و اطاعتش رو واجب میدونم. ما چند بار راجع به آقای دینیزدی سرمربی ما یا من بر علیه داور صحبت کردیم؟ نمونه بیارید. هر وقت باختیم یا مشکل پیش اومد اهانتی نکردیم. نکته سوم مسائل بعد از بازیه. این نکته خیلی برام مهمه. تو بعد از بازی ما اون شبش خبرنگارا به ما هجوم آوردن، آقای شفیع، ما سکوت کردیم. بله. صبحش روز بعد به ما فشار آوردن که آقا حرف بزن، سکوت کردم. زور سکوت کردم، بعد از زور سکوت کردم، چون شایسته بود سکوت کنم. خب اما یه دفعه ما میبینیم از طریق رسانه ها یه حکم عجیب غریبی که تو ایران سابقه نداره یه دفعه برد میشه میره تو تمام رسانه ها. ما از طریق سایت ها دیدیم. خب هنوز که هنوزه به من ابلاغ نشده این حکم، چطور تو تمام عالم پیچیده؟ اصل این کار کار اشتباهیه. خود حکم عجیب غریبیه که اصلا در هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. ما نمیدونم از کجا آوردن این تناقض رو. حکم چیست؟ حالا میتونه بخون حکم هم 3-0 شدیم، هم 2 امتیاز کسر شده، هم جریمه نقدی شدیم، هم آقای کریمی تشویق شده. من نفهمیدم بالاخره یعنی چی؟ چند تا توهین، چند تا برخورد میخواد با ما بکنید؟ شما در مقابل چی آقای کریمی؟ اینا جمع ازداد در واقع بیدن. جمع ازداد، بعد اینا همش هر کدوم میشه ضربه. در مقابل شما جسارت کردیم. مسئله بعد از بازی، پس اولش سکوت ما بوده که ما هیچ بی‌احترامی نکردیم، هیچ اظهار نظر نکردیم. اعلامیه حکم انضباطی زود هنگام بود، بدون بررسی بود. من مثلا میبینم نشون میده 90 تو برنامه 90 که آقای حسنزاده عزیز بعد از اتمام بازی همونجا مصاحبه میکنه میگه ما به شدت برخورد میکنیم، 3-0 میکنیم. حکم صادر کردی عزیز من. بعد مسئله زود هنگام بودن، میگه چه چیزی توی مملکت به هم خورده بود که شما باید ضرب العجل چند ساعته حکم صادر میکردید، مملکت رو آزاد میکردید، فاجعه انسانی جلوش میگیرید؟ آخ چه کاریه عزیز من؟ یه اتفاقی افتاده با تومنینه. مسئله بعدی بحث اعلام عمومی قبل از اینکه اصلا به ما ابلاغ بشه، ما طرفش بودیم. خب شما تو حکم نوشتی این دو مسئله قطعی نیست، خب چطور قطعی اعلام میکنی پس؟ و چرا میاد روش معروف میکنی؟ و چرا تو برنامه 90 میاد چند ساعت راجبش صحبت میکنن؟ چرا این حرفا؟ خب من احساس کردم به شرافتم، به حیثیتم و به مدیریتم دارم توهین میکنم. واقعا ناراحت شدم آقای شفیع. من اهل ناراحت شدن نیستم. ما تو عالم لوتیگری و معدنگی و معرفت جونمونم میدیم، ولی اینکه بخوان اینجوری توهین کنن برای چی آخه؟ برای چی؟ یکی از مواردی که سردار الان به نظر من میاد و آقای دکتر فتح‌الله‌زاده احتمالاً اشاره خواهند کرد، یه تناقضی هست در این که احکامی که کمیته انضباطی در مورد برخی از تیم‌ها و در برخی از رویدادهای مشابه به انواع مختلف حکم داده، این قابل بررسی است. یعنی اینکه سند داره. آره. همین بعد از حکم ما مثلا ما در جنجال چوکا اون بازی چیز به این شدت و عدت که تماشاگر رو دا. حالا اینجا تماشاگر من حالا خیلی هم اعتقاد ندارم پرسپولیسیان یا استقلالی، چون تماشاگران این دو تیم انقدر تعدادشون زیاد هست، انقدر جمع هستند، آخه ممکنه مثلا در تعداد محدود بتوانند یه خدای نکره کاره اینطوری بگن، ولی یک جمع کثیری طرفدار استقلال یا پرسپولیس نیازی ندارند اینطور تخریب. بعضا خب شنیدیم، منم اون پایین واسه گزارش میگردم، بعضی وقتا شنیده میشد، منتها اینا خیلی زودگذر و اصلا قابل مثل یه استثناست در ایجاد یک قانون. بحث من اینه که اگر ما مثلا در اون مسئله تالش بود، کجا بود من دیدم تماشا، خب ریختن مردم داور رو که زدن، این دیگه از حرف داسسا که بدتره. داسسا بهتره یا زدن؟ حالا این بعد بنه بعد و بدتر کدوم زدن؟ در حد مرد می‌خواستن بکشنش. اصلا یه بارم که داش میره فتح پاس زدنش تبلک یه لحظه مثل بلازورچوف که تو حرکت زمینی یه ذره سبوش رو بکنم. فتح پاس چیه؟ من نفهمیدم. فتح پاس پشت پا فنی حرف زدم. بلازورچوف وقتی که بلازورچوف یا لینینگ بودن چینی‌ها که
خیلی اینا سنای کجاست چه توی ژیمناستیک وقتی که بالانس میزد خیلی قشنگ میزد این تبلک داور داشت میرفت بعدم نم چجوری شد یه دفعه رفت رو هوای ملق زد افتاد بعد جمع افتاد اصلا نمیگه حالا اون کار تموم شد من نفهمیدم این حکم چی شد اونجا آخه واقعا نمیدونم شاید حکم صادر شده من نمیدونم آقای حسن زاده خودشون بهتر اشراف دارن شاید بیان پشت خط ولی من مطمئنم زدن داور بدتر از ناسزا به داوره آقای شفیعی بخش چهارم من فوری عرض کنم بفرد. استفاده کردیم خواهش میکنم ببخشید جسارت کردم ولی یه دفعه یاد اون دویدنه بدم فرد پا و اینا بله خواهش هر شاید مسئله چهارم در ارتباط این بازی بحث فدراسیون هست با کمیته استینا متاسفانه آقایون من اولا دو تا حرف زدم که خیلی بولد شد اینکه من میروم میبرم خیلی ها رو یکی هم این بازی سپاهان که ما برای استقلال داریم بازی می‌کنیم. آره خیلی گفت. این دو تا حرف رو من اولا یه توضیح بدم. کنفرانس ما تموم شده، پایستادیم داریم میریم با خنده و صلوات و سلام و صلوات. یکی همون تهمی پرس آقای رویان اگر این کمیته انضباطی و اوکش برنگرده چیکار می‌کنیم؟ من یه نگاهی کردم خب چیکار کنم؟ تفنگ بیارم، تانک بیارم؟ خب دعوا مگه داریم؟ کشت و کشتار که نیست، من میرم. پشت داشتم واسه تانک داشتم میرفتم بیرون گفت شما بری که چیزی آور دیگه چی شجاعت داشته علی شما سوت بزنه بفهم بعد عرض حضور شما گفت شما اگر بری که فایده نداره چیکار میکنی گفت خب با هم میریم آها یه دفعه این بولد شد یه نکته خیلی یکم راجع به استقلال بود ما داشتیم میمدیم بیرون یکی صدا کرد ایشون داره صحبت میکنیم لبخند میزنه من نمیدونم چرا آقای پتارس ما داشتیم میرفتیم بیرون بازم یکی این خبرنگار صحبت که شما با سپاهان میخواید برای استقلال بازی کنی گفتم آره اینجوری فکر کن حال شوخی بود اینم بولد شد ما هرچی شوخی گرفتیم تو این دو موضوع شوخی نکنی شما که میدونی اینطوری میدونی شوخی بکنی هرچی شوخی گرفتیم تو این دو تا موضوع جدی شد ولی من در ارتباط با نحوه برخورد کمیته انضباطی و مدیریت فوتبال هیچ شوخی ندارم اعتراض و به طور جدی اعتراض دارم اما ما تنها امیدمون الان چیه اینو باید بگم تنها امید ما به رأی کمیته استینافی است که از AFC و فیفا بر ما بالاتره بله ما تو جمهوری اسلامی داریم زندگی درست منم پرسیدن از همون اوایل تندم بودم از من پرسیدن فیفا ما نمیشناسیم AFC ما نمیشناسیم ما نهایتاً مرجع صالحه رو کمیته استیناف میدونیم و از رئیس کمیته استیناف و اعضای کمیته استیناف خواهش میکنم درخواست میکنم که رأی منطقی و احقاق حق بکنم ما انتظار اون از کمیته استینافه اگر کمیته استیناف خب امیدمون از دست بدیم خب به هر شکل باید بریم پیش وزیری پیش نمیدونم کیه مرجع صالحی چون ما تو ایرانیم ما بیرون نگاه نمی کنیم AFC ما تابع خودمونیم تابع قوانینمونیم اینم ورداشتم بولد کردم من یه چیز بدی شنیدم خیلی بدی این واقعا باعث تأسفه که بعضی از این آقایون فدراسیونی ها مسئولین فدراسیون گفتن رویانیان چون اینجوری صحبت کرده ما اون حکم رو فلان میکنیم یعنی چی؟ آقا شما با کی با من میخواد بجنگید خب منم بیاد فشار بیاریم وردارن یا بر علیه من شکایت کنید صدا من فکر میکنم که یک سری دوستان میخوان رابطه شما رو با فدراسیون به هم بریزن شما آدم شاخصی هستین مدیر توانمندی هستین و من الان کیف کردم که شما میفرمایید ما AFC نمیشناسیم یعنی اعتماد میکنیم به فدراسیون بله. مطمئن باشین با وجود آقای کفاشیان آقای آیت الله دوستان دیگه و کمیته استیناب قطعا حق شما رو احقاق حق خواهند کرد و من میترسم که یک سری واقعا بیان رابطه ماها رو به هم بریزن من یه مدیری هستم که تازه اومدم تو فوتبال ضررم که بهتون نرسوندم که آقای کفاشیان بنده با شما نهایت همکاری رو کردم با ما رئیس فدراسیون اون موقعی که ما مدیر دولتی هستیم من آقای فتح‌الله‌زاده دولتیم هوادار دولتیم نماینده دولتیم خب ما در این حال در انتخابات نهایت آزاد اندیشی رو داشتیم نهایت عرض بزرگ شما که همکاری رو داشتیم با جریان سالم انتخابات ما میتونستیم خیلی فضا سازی بکنیم من حتی من به رکبت بگم من با آقای عباسی قبل زنگ زدم به کی رأی بدم من نماینده شما آقای عباسی فرمود فکر کن هر کیو که فکر میکنی که واقعا
اسلحه بهش رای بده. من خیلی تعجب کردم و من لازم میدونم اینجا بگم از وزیر ورزش دفاع کنم. واقعا ایشون با من اینجوری برخورد کرد. خدا وکیلی منم همینجوری بود. کسی که سالها من باش رفاقت داشتم، باشون آشنایی داشتم، با هم همکار بودیم تو دولت و هستیم، اما به من اینجوری میگه. این نهایت عدالته. اما نگاه کنیم، ما از آقای کفاشیان دفاع کردیم. الان هم در مورد مجوز یک ساله که برای آقای کفاشیان انجام شده از سوی آقای دکتر عباسی و صادر شده، اونا ماها خواستیم، دوستان خواستن، خواهش کردن از آقای عباسی. آقای شفیعی، آقای عباسی با چه متانت و آرامش مهمه. آقای شفیعی این چی حرفی که سردار میفرما خیلی مهم. ما دو تا باشگاه هستیم که تحت نظر ایشونیم. خدا پیغمبری به خود بنده نگفت به کرایه بده، یعنی آزاد گذاشت، گفت هر کی که صلاح میده. مشخص خود نتایج انتخابات معلومه که آزاد بوده. خیلی مهم سازی میشه. نمیدونم، عذر میخوام، من میخوام این عرض کنم، من تازه اومدم آقای شفیعی، یه مدیر اومدم تو جمع فوتبالیا. یعنی شما میگید آقای کفاشیان با شما مخالفه؟ شما که بهش رأی دادید؟ نه ببین، نه باید شما رأی دادید اصلا. چرا من گفتم شما رأی دادید آقای کفاشیان؟ رأی دادین؟ شما رأی دادید؟ بله رأی دادم. خیلی خوب، بچه رو با شما ناراحتن دیگه. نه من ناراحتم، من میگم من یه مدیر رأی ندارم. آقای شفیعی، من یه مدیری هستم تازه من. آقای فتح‌الزاده سالها خاک خورده تو این بخش. من گفتم من تازه اومدم. در 12 تا مدیر عامل عوض کردم. من تازه عوض نکردیم قربان. ماجمه شما عوض کردید یا راست شما. این نکته توجهی، نکته مهمه. من تازه اومدم تو این فوتبال. درسته؟ شما اگه بخواید این مدت مسئولیتتون در پرسپولیس به درازا بکشه، نظر آقای فتح‌الزاده رو تامین کنید. حتما. حالا آقا ببین، ایشون راست، ببین مطمئن میخوام اطمینان بدم به آقای سردار رویانیان که فدراسیون فوتبال آقای کفاشیان قطعا نمیگذاره یه عده حرف ایشون رو بگم چون اینجوری گفته حالا ما اینجوری رای بدیم. نمیگذاره. مخصوصا کمیته استیناف. کمیته استیناف اگر خوب رای فرد واقعا کمیته به نظر من حالا آقای شب ببخشید شما بفهمید خودش. ببینید، تنها امید ما کمیته استینافه و تنها، یعنی تمام اعتقاد، تنها مرجع رسیدگیتون، تمام اعتقاد ما به کمیته استینافه. خدا نکنه اعتقاد اون از دست بدیم. نمیده. ببینید، من خودم اعتقاد دارم که در حق پرسپولیس واقعا کم لطفی شده. خدای حسن‌زاده هم فرمودن که بالاخره ما میدیم بالاتر. من مطمئن هستم که دوستان ما در استیناف رای به شکل قابله بهتری ارائه خواهد شد و شما هم حساس نباشید. من حساسیت ایشون رو میدونم. واقعا ببینید آقای شفیع، پرسپولیس الان داره در جام باشگاه‌های آسیا برای کشور ما داره تلاش میکنه، برای افتخار میآفرینه. این گونه کارها ممکنه در روند 100 درصد ها تاثیر بگذاره. ما خواهش میکنیم از کمیته استیناف و هم از آقای کفاشیان که خودشون وارد قضیه بشن، دقت بیشتری، وسواس بیشتری. من فکر میکنم یه مقدار در ببینید اون چیزی که تو ذهن من هست، هم این جنبش مهمه، هم این که من خواهش میکنم از آقای کفاشیان که مدیریت فدراسیون رو اصلاح کنن. بی‌تعارف بگم به شما، من میگم من یه مدیری هستم، تازه اومدم، نشودی حرف بزنم. من هیچی از فدراسیون نیاموختم، هیچ کی به من ایجابی برخورد نکرد، هیچ کی به من نگو قانون اینه، آیین‌نامه اینه، هیچ چیز پالس مثبتی نشیدم، ولی همش دارم برخورد میکنم. آقا شما به یه استنادی باید برخورد کنید. این قانون دیگه ما بلدیم دیگه. ما تو این مملکت اگه تو فوتبال نبودیم، پلیس بودیم تو این مملکت سالها، کار کردیم بالاخره. ما هر اون اینه، شما اولا قانون نانوشته رو نمیتونی اصلا اجرا کنی، دومم مالای اتاق قانون نمیتونی شما اجرا کنی، بعدش هم قانونی که الان شما به چه استناده میگی که این آیین‌نامه، کدوم آیین‌نامه، به من چه ابلاغی کردید؟ شما باید به من دوتا اختیار بدید، یکی این که بذارید من توی ورزشگاه سیستم نصب کنم، شماره بذارم رو صندلی ها، افرادی که میان شناسایی شده بیان، این اختیار رو باید من داشته باشم، من تو استادیوم اختیار باید داشته باشم، من راجع به این هوادارانم باید اختیار داشته باشم که بتونم ارتباط برقرار کنم، کارت صادر کنم. من هنوز کارت صادر نکردم، یعنی هنوز فراگیر نشده کارت ما، هنوز رابطه بین ما هوادارا کامل نشده. بعدش هم اختیار استادیوم که من ندارم، شماره هم که نمیتونم صندلی بذارم، کنترل با دوربینم که نمیشه بکنم. شما چه تکلیف ما لایوتاقی از من میخواید؟ همه آقای آیت اللهی گفتن، رویانیان که هیچی، هر کی باشه نمیتونه سکوار اینجوری کنترل بکنه. بله اینجوری شیبه کنترل نیست که بعد میخوام با هوادار برخورد کنی. بیا من بهت پیشنهاد میدم آقای فدراسیون، شما بیا به جای اینکه محروم کنی هوادارو و باشگاه رو محروم برخورد کنی، شما بیا بگو آقا از این به بعد 5 جلسه بلیت ورزشگاه آزادی 5 برابر میشه به خاطر این تخلفی کردی، 10 برابر میشه، هم
تقویت مالی فدراسیون و باشگاه ها میشه، هم جریمه میشه. شما میاد آقا اصلا یه کاری میکنید، تا الان میگفتن یه جلسه محروم، آقای فردوسی پور اینقدر بهشون تاخته، آقایون جا زدن میگن دیگه محرومیت به طرفدار ندیم، جایگزینش پدر باشگاه داریم. آقا هر دوتاش غیر عادلانه، هر دوتاش غیر منطقی، راه درست انتخاب کنیم. من با آقای کفاشیان عرض میکنم واقعا انتظار ما با این رأی که ما دادیم، ما خیلی رأی دادیم، رأی ما خیلی پررنگ، میدونی چرا؟ خب بله تعداد طرف خب ما... نه ما دولتیم، خب. ما به تو رأی دادیم، ما انتظار داریم اصلاحات انجام بشه واقعا تو فدراسیون. ولی شما دوتا اول... که رأی دادید حامیان تیم، دو تیمه به نظر من خیلی ببینید. مهمتر از دولت. من عرضم اینه که ما انتظارمون از فدراسیون فوتبال اینه اصلاحات، اصلاحات، استقلال به معنای واقعی، استقلال به معنی این که از دولت جدا بشی، که این استقلال نیست، این به ورطه رفتنه، این انحراف شدنه. استقلال به معنی این که واقعا دستای اون پشت تأثیر نذاره رو آدم. من مدیریت سالم، ساله با برنامه ریزی، خلاقیت. آقا ما کارهای خلاقانه کردیم، یه نفر توی فدراسیون اما تشویق نمی کنه. ما تو بازی‌های آسیایی میریم زحمت میکشیم، ما و سپاهان و استقلال، یکی به ما خسته نباشید نمیگه آقا پول نداره بره تو الجزیره بازی کنه. خب حرف من اینه، اون وقت میان به جای تشویق و خسته نباشید ما یک رأیای صادر میکنن، یک جوابی میسازن، یه برخوردای میکنن. به ما توهین شده، 6 تا رأی میدی طرفدارا فوش دادن به داور، بازیکن فوش داده به داور 5 میلیون تومان، 3 میلیون تومان، 7 میلیون تومان، 10 میلیون تومان. به ما رأی میدی برای طرفدارا فوش دادن به داور 10 میلیون جریمه، 2 تا امتیاز کسر، 3-0. آقای کریمی هم تشویق، یعنی چی به قول آقای کریمی؟ من نمیدونم چی تشویق. حالا فکر تشویق شده میخوای اینم بگین تنبیهش کنم؟ نه من سوال از آقای رفیعی تو راحت چی داره. من اتفاقا با آقای مایل کوهن صحبت کردم، بریم خونه آقای رفیعی. گفتم آقای رویانی هم میخوام با شما صحبت کنم، آقای رفیعی نیومد. آقای شفیعی گفتم شاید پشیمون شده باشه. آقای شفیعی این نکته مهمه، من میخوام از آقای رفیعی عزیز سوال کنم. شما مازیار ضرر اخراج کردی به شما توهین کرد، شما محمد نصرتی رو اخراج کردی به شما توهین کرد. نه خیر، نه اصلا هیچ اعتراضی نشد. این همه سود زدی که مغایر خواست بازیکنانمون، کدوم بازیکن ما به تو توهین کرد؟ به شما عزیز من. نه آقای کریمی هم تازه با حسن نیت باشه. کدومشو توهین کرد؟ عواملی که در اختیار اینها هستن همه همکاری کردن. تیم من همش همکاری کرده. کریمی کاپیتان بود بره جلو داور. بله، رفته درست. اگر کاپیتان نبود دروازه‌بان بره جلو داور. خیلی خوب، میثاق میرفت آقای داور رو بوس میکرد، همه رو ساکت میگه. آقای کریمی کاپیتانه. آخه شما این رو هم داری به هم میزنی؟ میثاق واسه تو دروازه دیگه. ببین من واقعا صادقانه به شما بگم آقای شفیع، باید اینو بگم که پرسپولیس اصلا اراده ای هست که این پرسپولیس رو تو اوایل فصل اینجوری زدن، اواخر فصل هم میزنن. خب نه تو نشانه انشالله شما نظر مصاحبه، ولی من اینجا من قاضی نیستم، نظری هم ندارم، نظر من هم اصلا اهمیتی نداره. ولی با توجه به حالات سالهایی که در این زمینه فعالیت داشتم، همچین رأی رو خیلی مرسوم و متداول نمیبینم. نه خیلی نه، یکی شما میشه نمیبینم. مثلا سه هیچ تیم رو بازنده کنه. از سال 49 تا الان میشه تماشاگر. بله میشه، ولی همین تماشاگر در جای دیگه بازی تراکتور بود، با استقلال بود یه تیم دیگه بود. بله نه استقلال تراکتور. آره با زدن 80 تا مثلا خب صندلی شکوندن، چوکارو من مثال زدم، یعنی این بود. بعد دو امتیاز کسر دیگه با سه هیچ بازندگی و اینا، یه جورایی احساس میکنم آقای حسن زاده یه خورده من چه غلیظترش کرد. بذارم کمیته استیناف، من مطمئنم که با وسعت بیشتر، با تدبیر بیشتری رای خواهند ان شاء الله که کار هم درست میشه ان شاء الله. خب من واسه اینکه شما صحبتایی دارید یه خورده بریم به یه فضای دیگه برگردیم، موافقی؟ بریم، ما همش در فضا در فضایی داریم میریم. شما بحث هست اینه که شما میخواید آقای مظلومی رو کنار بگذارید، آقای قلعه‌نویی رو بیارید یا یه مربی دیگه بیارید. چندی بار جای مختلف تهدید کردید اگه این نتیجه نگیره با من طرفی نمیدونم. آقا چندین جا آقای مظلومی هم گفته من اصلا خودم سال دیگه نیستم. اینا هست، حالا میخوام صحبت کنیم. اما میدونید که ما از ابتدای امسال در واقع یا انتهای سال گذشته وارد 33مین سال فعالیت برنامه ورزش مردم شده. به 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 به. یه رکورد شاید میگم دست نیافتنی است در تاریخ برنامه‌های هفتگی ورزشی در جهان. نه ولی در آسیا و ایران میتونه نگاه بسیار خوبی داشته، در ایران که خود حرف اول رو میزنه، در سطح جهان هم نباید خیلی بیشتر از ما باشن.
در این تعداد محدود نباید بیشتر 10 تا یا 5 تا 10 تا برنامه باشه. آقای فتحزاده تبریک گفتن، شما فرمودین نه. نه منم ترسیدم تبریک بگم. نه تبریک شما بگید. نه ایشون برنامه خود شما محبت دارید و وقتی شما دو بزرگوار اینجا هستید میلیون ها طرفدار استقلال پرسپولیس با برنامه هستن. ما برنامه شما بزرگواری شما واقعا پیش کسوت هستین، واقعا برنامه تاثیرگذاری بوده. وزینه خوبه. امیدوارم که این 33 سالم به خوبی و خوشی در سال 91 شروع بشه و به پایان برسه. چشمش نذارم. نه. آخه یکی میگه خب ما زود شروع کردیم، ما سربازی نمیدونم سر درسمون سر وقت خوندیم. سر وقتم مشغول به کار شدیم، ما گناهی ما بود از آقای زرگامی هم آقای شفیعی تشکر بکنیم. بله خواهش به چند دلیل، یکی این که واقعا برنامه های ورزشی رو خیلی باها دارم میدن، واقعا هم دوم این که برنامه شما هم تقدیر کردم من یادمه. آره من اینم نشون میده که آقای زرگامی هوای ما رو داره ایشاله همیشه ایشاله اول خدا بعد آقای زرگامی. ما ممنون شما هستیم. اجازه بدید که من خیلی سریع به دوستانی که تو این مجموعه 32 سالی که گذشت، حالا همشو که نمیشه نام برد و منم فراموش کردم و شایدم خیلی رو از قلم بندازم، ولی به هر حال آقای دکتر متقی بودن که در واقع یک کار بزرگ صورت گرفت. تا قبل از انقلاب اصلا ورزش گروه تولیدی نداشت، در واقع در اطلاعات و اخبار بود. از سال 58 به بعد این داستان آمد به ساختمان تولید و گروه تولیدی شد و خود این قدمی بود. آقای مهندس متقی زحمت زیادی کشیدن. مرحوم وارتان آنتانسیان خدا بیامرزشون خیلی زحمت کشیدن به عنوان تهیه کننده و کارگردان اولینه ورزش و مردم. آقای مجید وارث بودن که به هر حال اجرای برنامه رو داشتن، چند سالی هم تهیه برنامه رو داشتن و سهم بزرگی در آشنایی من با گزارش، اجرا و تهیه کنندگی ورزشی داشتن که من صمیمانه از این بابت از ایشون متشکر و ممنون هستم و محبتشون یادم نخواهد رفت. آقای جهانگیری بودند، آقای حسن بشکوفه که تهیه کننده بسیار نام‌آور تلویزیون هستند، پهلوانان کار کردند، مدار صفر درجه، کیف انگلیسی، شب دهم و بسیاری سریال های بسیار پرطرفدار دستشون در نکنه. آقای مهندس داریوش کابوسی بودند، تهیه کننده چند سال برنامه را عهده داشتند. آقای مهندس حسین تندس بودند، آقای دکتر جوادی بودند، آقای دکتر نادرپور بودند، آقای دکتر حسن غفوری فرد با ما همکاری داشتن سالها. کسی جا نذاری ها واقعا. نه دارم گیر نمیکنم. نه دارم سری میرم. نه خوبه. آقای... نه خوبه یعنی نه. جا نذاری. تا اینجای آقای علی اکبر محمدی بقا، آقای صالح نیا، آقای رضا محمدی، سرکار خانم ایپکچی بودن، آقای محمد بزرگنیا که کشتی آنجلیکا جنگ نفکش ها رو کار کردن، فعلا 10 سال اول رسیدن از کار کردن، نه از کارگردانان بسیار خوبه ما بودن. تشکر خوبه. خیلی آقای فرزین فر، آقای مرحوم جواد میرمیران که در گذشتن از کارگردان بسیار خوبه، آقای مجید توفیق که از کارشناسان الان علی توفیق پسرشون مربی هستن، آقای امیر میرصادقی مرحوم آرمن بودن، عنایت آتشی، جواد محتشمیان، آقای محمد رضا نوایی زحمت زیادی کشیدند، آقای سعید خرازچی، آقای ناجی تهرانی، بوغوسیان، آقای حمید بهمنی عزیزمون که چشماشون رو در اون عملیات در بصره از دست دادند و یکی از تصویرداران خوب ما بودند. خدا حفظشون کنه، ان شاءالله خدا شفاشون بده. جمشید آبیاری، آقای مختاری فر، آقای احمد خجسته، آقای عباس بهروان و بسیاری دیگر از دوستان، آقای عبدالله بهروان. آقای عباس بهروان با این بهروان ما فامیله تو فدراسیون؟ نه نه هیچ نسبتی ندارم. اون مازندرانی ایشون از اون ناب اصفهان هستن که دو درجه هم تب داشته باشه یه چیز عباس هم سلام بهتون بخیر. آقای عبدالله بهروانی، آقای محمد شریفی، آقای عادل فردوسی پور، آقای جواد خیابانی، مزدک میرزایی، پیمان یوسفی، خیلی از دوستانی که با ما کار کردن من دیگه ممکنه همه اینا دیگه یادم رفته باشه، برام ببخشن منو. از آقای ویژن خراسانی بعد دیگه هستم، استاد ما هستم آقای خراسانی، مدیران محترم شبکه یک سیما در بستر این 32 سال، آقای معاونین محترم سازمان، واحد اطلاعات و برنامه‌ریزی هستند، سرکار خانم پاپیان بودند، سالها زحمت کشیدند، در حال حاضر سرکار خانم ریاضی هستند که محبت می‌کنند، همواره برنامه ما رو مورد حمایت خودشون قرار دادند. هماهنگی تولید، امور عمومی شبکه یک، خود کادر شبکه یک، بر بچه‌های فنی، آقای مهندس جعفری جلوه مدیر شبکه یک سیما، آقای مهندس برازش، مهندس برازش که زحمات زیادی برای برنامه کشیدند،
به ویژه مردم عزیزمون که همواره ما رو حمایت کردن، علاقمندانی که ما رو تحمل کردن، اشکالات ما رو نادیده گرفتن، کمک کردن، راهنماییمون کردن، و همینطور دوستان عزیزمون در مطبوعات ورزشی در طی این 32 سال نفرات مختلفی همکاری کردن با ما و به هر حال ما رو راهنمایی کردن. در سایت های ورزشی هم به همین شکل برای بچه های خوب شبکه یک سیما همه در واحدهای مختلف، به ویژه برای بچه های پخش شبکه یک، تصویر برداران، صدا برداران، آقای میرزایی سلام از کنار دوست، به هر حال دوستان عزیز، آقای حیدری که همیشه در این زحمات زیادی، آقای طباطبایی هم اینجا من دیده بودمش قبلا، آقای طباطبایی هستن، بله، آقای آقابگی هستن اونجا ناظر پخشن که مراقبه، میگه من چجوری صحبت کنم، از جا منو کنترل میکنم، آقای حسن حیدری که هستن، ایشون خیلی زحمت میکشن، اینا چندین سال این دکورای سنگین رو با دوستانشون جمع میکنن، پهن میکنن و چنونم این برور میزنه که هر دفعه بند از بند من جدا میشه، ولی بازم اینم سالم مونده و خودش هم تعمیر میکنه. بند از دکورا باز شده. آقای شفیعی این حرکت بسیار قشنگ شما اختیار. اسم همه رو بردی تبریک کنم. این به معنی خدافظیه یا نه؟ خیر، معنی سلام علیک جدی. ورود ورود بسیار. البته ایشون چند لطفی کردن، یه نفر رو از یاد بردن که خیلی زحمت کشیده بوده، واقعا خیلی حق به گردن این برنامه داره. کم لطفی کردن اسمشو نه بود. آقای فتورو دادن. نه آقای شفیعی، آقای بهرام. بهرام جا داره من اینجا واقعا تشکر بکنم آقای رویانیان و آقای فتورو زاده. واقعا این رو از صمیم قلب میگم. از زمانی که آقای دکتر دارابی معاونت سیما، خودشون فوتبالیست بودن و یکی از علاقمندان جدی فوتبال و ورزش هستند، واقعا نوع نگاهشون به مجریان، گزارشگران، چندین جلسه بسیار بزرگ تو آمفی‌تئاتر همایشا بود، واقعا سنگ تمام گذاشتن. و آقای فرجی هم در شبکه یک و آقای پورمحمدی هم در شبکه سه و سایر دوستان دیگه خیلی زحمت کشیدن. آقای فرجی که اومده خیلی گسترش داده ورزش رو در شبکه یک، اصلا یه فراغ بالی به ما داده شده، خدا شد این عطای دلم. آقای فرجی رو من از قبل باش آشنایی. آره پس دیگه خوبه. و تشکر میکنم، اما هرچی باشه پای آقای پورمحمدی نمیرسه. چرا؟ چون شبکه سه. آها ورزش. نه الان خود آقای فرشاد. الان خود آقای فرشاد صادقی. بله همه مدیر ورزش که آقای صادقی که از دوستان خوب بسیار شدن. خود فرشاد خان سالها مسئول گروه ورزش ما بودن. شما باید میاد صدا و سیما اتفاقا احساس خطر کن داراوی آقای میرواقعی بودن که بله ایشون هم واقعا محبت داشتن، ایشون به من میگو روی اما آقای داراوی واقعا عاشقانه به ورزش توجه داره. بله آقای داراوی رو ما میبینی حس میکنی. آره دقیقا اجازه بده صحبتاشون رو قد نکن. حالا یه تشکر هم بکنم از جناب آقای مهندس زرقامی. بله خدا پیغمبری از آقای لاریجانی هم به ورزش هم اهمیت داشتن، یعنی واقعا برای شما رو به کمک می‌کرد، اما آقای زرقامی که آمد یه نوع نگاه جدیدی به ورزش رو شما می‌بینید در صدا و سیما، تعدد برنامه‌های ورزشی، اهمیت ورزشی، حضور برنامه‌های ورزشی در کل میادین ورزشی و ایجاد شبکه ورزش این نیست مگر خود علاقمندی جناب آقای مهندس زرقامی که من تشکر می‌کنم. شما نمی‌ذارید ما حرف بزنیم، بذارید من آقای فتور رو دادم. ممنونم یه عبارت هم گفتن در مورد تقدیر از برنامه. من اینو واقعا بچه‌های ورزش مردم خیلی خوشحال شدن، گفتم برای ورزش مردم در عیار برنامه‌های صدا و سیما. آقای شفیعی اجازه میدید یه چیز قشنگی بود قرار از همه ممنونم بفرمایید. اجازه میدید ما به این بچه بدیم چند تا سوال بدن ما از شما سوال بکنیم. نه بریم این تیکه آقای بریم یادتون نره یه تیکه دوست دارید بریم من 20 30 سال پیش چه شکلی بودم. خب این قسمت رو ببینیم روی LCD هم بدن. به نام خدا.
از طرف همه همکارانم در گروه ورزش خدمت فرد فرد شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که حالتون خوب باشه و همیشه شادکام و موفق باشید. در برنامه امشب ورزش و مردم قصد داریم که معرفی بکنیم برخی از برنامه‌های گزارش ورزشی رو که در تعطیلات سال جدید و انشاءالله در طول فروردین ماه آینده تقدیم حضور همه علاقمندان خواهد شد. اولین امتیاز رو در گیم سوم تیم شوگاز دشت میکنه. بیژن کاظمی سرویس رو میزنه، خوب میزنه. مهداد اسکویی برای جهانگیر تراب‌پور، بیژن در شرایط نامتعادلی تو رو برمیگردونه. رسول آوازی بایستی مقداری دقت بیشتری داشته باشه این بازیکن جوان تیم شوگاز. به دشواری کار کردن هم نیاکیان هم بیژن کاظمی که این توپ به دست رسول آوازی رسید. اصغر تیمونیا و دستش به تو تا فراز قله. پاییز 1968 یک نصف روز راهپیمایی به خاطر رسیدن به اولین مرحله که یک سراشیبی تند و لغزنده و به طول 1400 متر است. این چشم‌انداز که از بالا دیده می شود یکی از بدیع‌ترین و نادرترین مناظر زیبایی است که تا کنون دیدم. حساب امتیاز رو به 18 میرسونه. گیم اول رو 21-7 بازنده داشتیم منصورودی رو و این گیم واقعا خوب کار کرده و حساب امتیاز رو به 18-18 رسونده و ببینیم که چی کار میکنه و 19 امتیاز رو هم به دست میاره منصورودی. لحظات حساسی رو داریم. یک لحظه جدول امتیازات رو داشتیم، 19-18 منصورودی رو داریم. از دیگر برنامه‌هایی که در سال جدید برای شما عزیزان انتخاب کردیم، فیلم چرخ، رکاب و جاده هست که از تور دوچرخ سواری جمهوری اسلامی ایران تهیه شده. این مسابقات دوچرخ سواری با شرکت تیم‌هایی از ایران، پاکستان و چین در مسیر زیبای دور شمال برگزار شده که اگر موافق باشید داشته باشیم صحنه‌هایی از این فیلم زیبا رو. خب یه در واقع فلاش بکی بود به 30 سال پیش. خیلی زیبا بود. زیبا بود. اون شفیع کجا؟ این شفیع کجا؟ ما دیگه نمیایم. خیلی بهتر از اونه. دیگه نمیایم از اون. حالا آقای شفیع شما به ما بگو ببینم چند تا کارگردان و مدیر عوض کردی واقعا. خیلی. این سابقه نشون میگه که بنده بودم بزرگ من شما تو این برنامه بودی. شما ناراحتی. نه خوشحالی. ما ناراحت موهای شماییم. نه موها کجا و این موها کجا بریخته خیلی به جاش این زیر اینجا بیشتر شده. روش بیشتر بود. داره این زیره. اجازه بدید جدی از شما تشکر کنم. خواهش میکنم از اون سن با اون زیبایی البته هم چهره هم صحبتاتون صداتون هم
چقدر مردم آره دیدی تنیس رو میزو تنیس یا مثلا بازی باورتون نمیشد اگه تاثیر رو نمیدیدید برند رو حفظ کرده بودیم آقای شفیع برند ورزش حفظ شده بود متاسفانه الان برند ورزش ما داریم ارزش ها از بین میبره ببینید تا لب میز جمعیت تنیس و استادیوم دبش 10000 تاییه شوخی نیست البته نقش رسانه هم بی تاثیر نیست که رسانه امروز تو خونه مردم هر چی بخوابشون میده بله این خوبه خودش البته ولی اون فضای حال حالا انشالله با شبکه ورزش و اون نگاهی که آقای فرشاد صادقی به خصوص دارن من مطمئنم یه تیپ بسی از ورزش ها پوشش داده میشه و بار دیگر جا خواهد افتاد. آقای شفیع میتونیم خواهش کنیم از صدا سیما آقای زروامی به ما دو تا باشگاه یه باکسی تو این شبکه‌های 1 و 2 3 بدن. اونو شما خودتون باقی زغاری مشارکتی پولم بدیم مشارکتی نه که نه من پول نمیدم. فردا میگن آقا ایشون کمیسیونره. بعد خودت ما مستقیم صحبت کنید ما مستقیم داریم با ایشون صحبت می‌کنیم. خب حالا آقای علی خسروی رو که می‌شناسید داور فوتبال. سوالای ما یادت نره آقای شهر. نه نه. علی الان آقای علی خسروی زنگ زدن تشکر کردن هم از شما هم از آقای فتح‌الله زاده که از داوران همواره حمایت کردید ما مخلص همه داورای قدیم و جدید آقای خسروی هم داورای خیلی خوب آقای ناصر پزشکی رو من از قلم انداختم عذر میخوام از جزء بانیان ورزش و مردم بودن خدمتشون عرض ادب هم داریم انشالله که موفق باشند به هر حال من عذرخواهی میکنم از کسانی که کار کردن به من یادم رفت از همه عزیزان تشکر و سپاسگزارم یه چیزی رفتیم به 30 سال پیش ببینیم چه جوری بود دیگه خیلی قشنگ به هر حال ببخشید یه بارم از خودم در سال 5 دقیقه یه چیزی کار خوبی کردین آقای فتح‌الله زاده مسئله قلعه نویی رو بفرمایید البته آقای بهروان الان سخت در تماس تلاش هستن که با ما تماس بگیرن من نمیدونم وقت برنامه ولی اول شما که به هر حال وقت دادم به شما برسه چه مربیایی خواهید داشت آقای معظومی رو حفظ میکنید نمیکنید تکلیف چیست ببین آقای شفیع این موضوع خیلی از ما سوال شده و حاشیه هم شده ولی ببینید شما باید اول بدونیم که من خودم واقعا اصلا معلومه که هستم یا نیستم اومدیم آخر فصل شرایط به گونه‌ای شد که من نتونستم کار کنم آیا این درست است که من یک مربی رو ببندم برم و مدیر بدبخت بعدی بیاد و بمونه در کار انجام شده بنابراین الان فصل این یا زمان این صحبت ها نیست یک آقای مظلومی یه طرف قضیه ما هستیم که بله میخوایم مربی انتخاب کنیم یه طرف قضیه هم آقای مظلومیان آیا آقای مظلومیان میخوان بمونن یا نه بنابراین من فکر میکنم که ما الان سخت در تلاش هستیم برای سه تا جام یعنی جام اول رو که خوب گرفتیم جام دوم رو مدعی هستیم و جام سوم هم در راهه بنابراین ما تمام فکرمون رو تمرکز کردیم روی بازی ها و امیدوار هستیم که وقتی که بازی ها تمام شد وقت داریم هم ما وقت داریم هم آقای مظلومی ولی آنچه که مسلمه آقای مظلومی کارنامه درخشانی رو خود به جا گذاشته ببینید ما سه تا بازیکن و چهار تا بازیکن همزمان یعنی مثلث خط میانی رو در یک جا ببین این که من یه موقع انتقاد میکنم فرق میکنه با انتقادهای دیگه من مدیر باشگاه هستم یک زمانی لازم است که یه تشریح بیام یه جا تشویق بکنم کار انجام بشه ولی واقعیت اینه که آقای مظلومی در یک زمان سه تا بازیکن خوبش که ملی پوش هستن مثل آقای آندو تیموریان، آقای مجتبی جباری، آقای کیانوش رحمتی، آقای خسرو حیدری اینا رو از دست میده خب ما وسط زمینمون خالی شد ولی با این وجود اومد جام حذفی رو قهرمانی رو گرفت پس نشون میده که آدم قابلی هست خوب کار میکنه و منم همیشه حمایت کردم ببینید آقای شفیع این چند شما یه جور دیدی قهل نایی اگه نتیجه بگیره تو تراکتور من میارم شسته نه ببین اصلا من نگفتم آقای نتیجه بگیره من میارم من گفتم آقای قهل نایی هم الان در تراکتور سازی مسئولیت داره این صحبت ها تمرکز اون رو هم به هم میریزه و اون هم باید در تیمش نتیجه بگیره که بتونه در تیم های بزرگتر بره کار بکنه یا در تیم های دیگه خواهند داشته باشه باید اونم کار کنه این در شرایط موجود هم به ضرر ماست هم به ضرر آقای قلنویه من یه بیزاره فرض کنم خدمتون آقای دکتر فتح‌الله زاده شما در مجموع مدیران عامل باشگاه استقلال حالا دیگر عزیزانم محترم هستن و قابل احترام اما کارنامه شما در جمع اونها از همه موفق تر بوده در این تردیدی نیست هر وقت بودید قهرمانی هم بوده
خواهش میکنم. به هر حال آقای شفیع، من میخوام بی انصافی نباشه، من از آقای مظلومی حمایت کردم. شما در این لیگی که درش 3 تا 4 تا مربی عوض میشه، ما 2 سال در خدمت ایشون هستیم و در آینده هم مطمئن، حتی یک بار خودم خواستم از ایشون، گفتم آقا شما برنامه سال بعد تو بده، خود ایشون هم گفت بذار آقا بریم جلوتر. بنابراین هیچ اختلافی بین ما نیست، زحمت میکشه آقای شفیع خدایش، خیلی آدم درستی در شرایط بدترین الان در تیم رقیب ما که جناب سردارم اینجا هستن، آقای کریمی 2 تا بازیکن خوبشون رو بگیرن دوچار افت میشه. همچنان که شما میبینید در بازی‌های آسیایی 2 تا بازیکن بیشتر دارن چقدر تاثیر میذاره. من فکر میکنم آقای مظلومی کادر فنی ما، بچه‌های ما همه زحمت کشیدن، من قدردان همشون هستم، دستشون هم درد نکنه، حمایتم میکنیم، هیچ اختلافی هم بین ماها نیست و بنده به عنوان بزرگتر اون تیم، به عنوان رئیس باشگاه، یه زمانی لازمه که یکی رو تشویق کنم، یکی رو تنبیه کنم که بالانس بشه، بچه‌ها به خودشون، مثل حکایت بازیکنمون یه سیدی هم شما بهش میزنی که به خودش بیاد. اینها ما چیزی نیست که ما اختلاف داشته باشیم. خود بنده خود آقای مظلوم دائم میگه ما با هم رفیقیم، حاجی حمایت کرده، خود من حمایت میکنم که 2 سال ما الان هستیم، کدوم مدیر تا حالا 2 سال تونسته با یه مربی کار کنه؟ چون کارنامه خوبی داره. بنابراین ما تمرکز کردیم تو بازی‌ها، ان شاءالله بعد از فصل هم در مورد مربی تصمیم خواهیم گرفت. بسیار ممنونم. آیه رویانه، چند درصد شما فکر می‌کنید قهرمان باشگاه آسیا بشید؟ نتایجتون نتایج خوبی است. ما خیلی امیدواریم. چرا که نه؟ ما اشاره 100% فکر می‌کنیم که بشیم ان شاءالله. درسته. شما الان 23 تا بازیکن بی‌قرارداد دارید؟ 23 تا بازیکن بی قرارداد، یعنی قراردادشون دارن تمام میشه؟ که قرارداد دارن. نه میدونم در پس نه 23 تا نیست، کمتره ولی زیاده، یعنی بازیکنایی که قراردادشون این فصل تمام میشه زیاده. ما هم اینجوری هست ولی ما بله. ما 3 تا بازیکنمون قراردادشون هست پایان فصل ادامه داره. بله با پایان فصل دیگه واقعا با کمبود روبرو، ولی ما تقریبا همشون رو میپسندیم. بله. ملاک ما هم بازیه آسیایی که آقای دنیزی هم هیچ اظهار نظری نمی‌کنه، میگه که بعد از بعد ببینیم. راضی هستید از دلیستی؟ تقریبا راضی ام. بله. آقای رحیمی هم زنگ زدن، هم به شما بزرگواران سلام رسوندن، هم به برنامه شما تبریک گفتن. آقای رحیمی اصفهان، من جا دارم ازشون تشکر کنم، برخورد خیلی خوبی که با تیم ما تو اصفهان داشتم، خودشون تماس گرفتن. درسته. با سرپرست تیم ما استقبال اومدن از باشگاهشون، خیلی برخورد انسانی بوده، هم طرفدارای سپاهان خدا وکیلی دیروز خیلی عالی برخورد کردن، هم خود مدیر عامل باشگاه و مسئولین باشگاه. انصافا من می‌خواستم همون شب یه پیام تقدیر بفرستم، ولی خب دیگه توفیق نشد، به جمعه خورد. نه واقعا مجموعه خوبی بود. تشکر می‌کنم از شما. آقای فتح‌الله‌زاده، آقای فتح‌الله‌زاده من یه سوال جدی دارم. میگن آقای نه میگن که جدی جدی یه خورده سخت پاسخش. آقای پوری داری چند دیستی مقداری با خبرنگاران روابط تندی دارن، حالا شاید هم جدیت بیشتری دارند اینطوری عرض کنم، چون آقای منصور خان من واقعا به عنوان یک مربی، یک مدیر ورزش، زمانی هم که بازی میکردن خیلی با شخصیت بودن، در زمان بازی تاج سابق بود دارایی بازی میکردن جای مختلف، هم خودشون هم سرکار خانم دکتر شجاعی خانواده بسیار محترم و منظمی هستن، اما بحث اینه که یه وقتی من احساس میکنم یه خورده با جدیت شما اینقدر راجع به ایشون تاکید دارید یا نه خودشون سر خودجوش. ببینید آقای شفیع، همونطور که شما فهمیدین آقای پورهیدری موسپید ورزش ما هستن، قابل احترام هستن. ما و دوستان عزیزی که یه مقدار ایشون یه موقع تند میشه، باید که بدونیم که در شرایطی که ما روزهای بسیار سختی رو طی میکنیم، یه مقدار ممکنه که ایشون خب در کسوت فشار کار مشکلات داشته باشه، اما اگر به پی اون ریشه خبر ما بریم، میبینیم که آنقدر هم ایشون به بیراهه نمیره. من گله دارم از یکی از دوستانمون که مثلا یه رزمنده یا یه به اصطلاح معلول رو نشون میده، میگه که ایشون نذاشته مثلا بازی کن. نه، ببین شما میدونین قوانین AFC، قوانین فوتبال ما رو جریمه میکنه، میگه وقتی که بازیکن از رختکن میاد بیرون بره تو زمین، حق مصاحبه با کسی رو نداره، ولی 50,000 تومان ما رو جریمه میکنه و ببخشید 500,000 تومان جریمه میکنه، 1,000,000 جریمه میکنه، 10,000,000 جریمه میکنه و شده، ما این جریمه ها رو تا حالا دادیم.
یعنی این دست ما نیست، دست قوانین فوتباله که میگه در اونجا شما نمیتونین مصاحبه بکنین. اونم باید توضیح داده بشه که خب نمیذارم ببین کسی که اونو پخش میکنه باید توضیحش بده. نه اون که پخش میکنه مسئولش خودشه. ولی در اصل به نظرم شما باید اطلاع رسانی بکنید. الان اطلاع رسانی میکنم ولی دوست داریم در همون شبکه اون دوست عزیز با خود آقای پوریداری بگه آقای پوریداری چرا این کارو کردی، خود ایشون توضیح بده. خب اون گزارشگر الان تو اون بوبو اینا شاید ندونه این چیزا. به هر حال آقای پوریداری درگیر کارش واقعا ببینید شما مثلا تا دیروز میگفتن آقا ما داریم همش گلگی میکنیم که چرا بازیای ما فشرده است، چرا مثلا آقای دنزی نمیکنه. شما دین آقای دنزی هم اعتراض داره به فشردگی، آقای کرانچان هم اعتراض کرد. این ضمن اون است که ما دو تا بازی هم بیشتر از پرسپولیس و سپاهان داشتیم، چون ما در پلی آف هم بودیم با زوباهن و اتفاق هم اضافه بازی هم در حذفی هم بودیم. واقعا فشاره، ما چرا نمیخوام قبول کنیم دوست. که فشاره واقعا دوست. و این فشار باعث شده که تیم ما به این روزها در بیاد. رویانیان سایت شما من وقت دیگه ندیم، یک دقیقه و 30 ثانیه مثلا یه دقیقه شاید شما صحبت کنید، 30 ثانیه آقای فتح‌الرضایی که ماشاءالله همش صحبت کرد، ببخشید عکس بود. ما 30 ثانیه رو میدیم ایشون صحبت کنه. سایت شما چگونه شده فعال شده آقای فتح‌الرضایی؟ شما مثلا آقای رویانیان قصد این کارو دارید یا نه؟ ببخشید آقای شف این چه سوال شما میکنید؟ ما از 15 سال پیش سایت داریم، ساعت خواب. بله آقای خدا رحمت کنه آقای زرافشان هم میگفتن زمانی که اصلا برق نبود و باتری هم نبود دوربین هم نبود من عکاسی میکردم. بله ایشون چون پرسپولیسی همش سایت شما رو نگاه میکنه، سایت ما رو نمیبینه. من اتفاقا وارد سایت استقلال میشم. ببینید بعد یه خبرنگار که میره گزارش میگیره شما چی میگید؟ آخر الان جلوی این همه آدم میدونا بیننده ما دیگه سازی بکنه شما وقت نداری آقای صحبت کنه. شما که شاهدید من یه مسئولیت مشترک بین دو تا باشگاه داشتم. شما کردیم شما همیشه واقعا یه نفر رو بهش رأی دادم اونم من بودم که واقعا درست دارم. الان رأی به شما میدم. ما در خدمت شما بفرمایید. هرچن ما سایت استقلال من وارد میشم. مال ما یه پورتال جامعه ایجاد شده دو سه ماهه که من تا قبل شما بکنید کار. قبل از این تقریبا هفته 50 میلیون تومان فروش ما تو فقط پورتال بوده. یعنی پورتال جامعه است که الان خیلی بیشتر شده، با ایرانیای خارج از کشور ارتباط برقرار شده و کارهایی که حالا یه روز باید توضیح بیشتری بدیم. ولی سایت استقلال هم سایت خوبیه، چه اشکال داره؟ ما اگه تو این بخشی که داریم کار میکنیم موفق بودیم با استقلال، اونا کارهایی که موفق. الان آقای فتح‌الرضایی تو این وسط برنامه گفت یه شرکتی ما قبلا تاسیس کرده بودیم، گفتیم خب ما این تجربه خوبیه ادامه بدیم، ادامه بدیم با هم باید کار بکنیم. خدا شفیع هم مدیر عاملشون بودن. ما باید گلیم و خودمون رو عذاب بکشیم بیرون. آقا من انتظار دارم از فدراسیون فوتبال که ما رو تقویت کنم، ما حمایت میکنیم که یه فوتبال ایشالات رو به جلو بره و متحول بشه. برنامه بسیار خوب و قشنگی بود آقای دکتر فتح‌الرضایی، شما ممنونم. باید باشید. شما همیشه موفق بودید، انشالله موفقیت ادامه خواهد داشت. سردار رویانیان در همه مصادری که مسئولیتشو داشتن موفق بودن، این بار هم با پرسپولیس موفقید. این کمیته استیناف هم انشالله این رأی عجیب و غریب رو یه جوری تعدیل بکنه که جامعه فوتبال ما نه پرسپولیسی ها همه خوشحال باشن. برنامه ما وارد 33 سال شد، افتخار بزرگیست برای من و همکارانم آقای قنداری، آقای شریفی، برای بچه های تحصیل بردار، کارگردانان آقای جوزانی. ببخشید برنامه 33 سال شده ها، ایشون 60 سالشه. تا دیداری دوباره که در خدمتتون باشم با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم.